ببخشید من ضمن اینکه هر شما را قبول دارم که نباید توهین بشه بعد اون مطالبی هم تو تاریخ اومده مثلا زهبی در سرل اول وقتی سر دینور میزان و اعتدال آورده این عمر و سر فاطمه حتی از محسن خب ببین فارغ از اینکه حدیث درست است غلط است تو تاریخ اومده تو متون تاریخی اومده این نظر شما چیه یه نفر میخواد که مکتبی رو از تاریخ نقل بکنه فوری حمله میکنید بعد آیه،, آیه احمد اون را... نقل کردن از تاریخ اولا تاریخ که در واقع ما دینمون رو و مبانی اعتقادیمون رو از تاریخ نمیگیریم هیچگاه در تاریخ بسیاری شبسات مثالی اومده باشه که تحریف شده هست سنده درستی نداره اعتباری نداره اه... اما چیزی که شما متاسفانه مطرح میکنید و چیزی که آخوندها ها و غلاط شیعه و روافظ به اون اعتقاد دارند و افسانه ای به نام شهادت فاطمه زهرا رضی الله تعالی که قبلش وفات بوده قبلش وفات بوده بعد از چند سال حالا آقایون تازه متوجه میشن که شهادتی رخ داده و ما خبر نداشتیم تازه دوباره یعنی در واقع کل امروزی میگیم دوزاریشون افتاده متوجه شدن که شهادت بوده اول اول یوم بوده الان ایام شده اول وفات بوده الان تبدیل شده به شهادت پس همه اینها و اون را به عنوان یک باور و عقیده جا انداخت همه اینها آی احمد و آی حمید و بقیه کسایی که در واقع این اعتقاد تو ذهن شما و این باور رو تو ذهن شما جای دادن و شما بدون این هر چی رو همین جوری که به نام اهل بیت به خورد شما داده میشه چه بسا میپذیرید این اینها دکاندارانی هستند که به نرخ روز نان میخورند یعنی با توجه به موقعیت رخ عوض میکنند و این که هرچه تعصب و کینه و حقد و در واقع این عقده رو بیشتر بکنند در واقع تصورشون اینه که بازارشون داختر میشه تصورشون اینه که به اون اهدافی که دارند و اون مقاصدی که دارند بیشتر میرسند هرچه کینه و تعصبات رو و بیشتر بکنن جنگ مذهبی داختر بشه آتش داختر بشه اونها هم بازارشون داغتره، اونها هم خمسشون برقراره اونها هم از پس این به خیلی از موقعیت ها میرسن اموال و ثروت رو تصاحب میکنن کما اینکه میبینیم که اونهایی که اسم مرجع دارند و اسم آخوند دارند چه زندگی برای خودشون درست کردند و با همین جنگ مذهبی ایجاد کردند با, ای با همین افسان سازی ها کردند با همین چیزهایی که اصلا اعتباری نداره رو درست کردند چه زندگی برای خودشون درست کردند و به جامعه رو به کجا کشوندن اصلا این توهمات و این افسانه سازی ها و این دروغ ها چه, چیزی آید جامعه کرده چه چی چیزی آید امت اسلامی کرده این حقد و کینه را به وجود آید. آوردن این تعصبات را به وجود آوردن اجازه بدید آیه احمد در واقع چی, چیزی رو آید. من دارم جوابتون رو میدم شما که پیامتون رو رسوندید دیگه فکر نکنم بخواد در واقع شما پیام خودتون رو این چیزی رو که میخواستید مطرح کردید ما الان اوضاع عراق به طور مثال حالا کشور خودمون که دیگه برا همه واضح است که این خرافاتی که به نام اهل بیت درست شده خرافاتی که به نام دین و اسلام درست شده که جز کینه و حقد و تکفیر و خشونت و فاشیستی و مخالف اصلا زندگی قائل نبودن حق زندگی قائل نبودن برای مخالف و دروغ و فریبکاری به نام تقیه که تقیه تقییت و دینی و دین آبایی لا دین لمن لا تقییت الله تقییت و تست و دین نه دهم ده دین تقیه هست یعنی نه دهم ده دین دروغ هست فریبکاری هست که این دروغ و فریبکاری متاسفانه زمانی که یک باور دونسته شده زمانی که به عنوان یک باور و به عنوان یک عقیده و مرام جا افتاده عواقب شما نگاه بکنیم چه کار کرده همونهایی که پست ها و مناسب و مسئولیت ها رو بر عهده گرفتن چطور راحت به جامعه و مردم دروغ میگن در قضایه مختلف که نمونه اون همین قضیه هواپیمایی که افتاد ما دیدیم که زدنش در واقع و خیلی قضایه دیگه قضیه گران شدن بنزین چطور راحت اصلا صورت مسئله رو میخواستن پاک بکنند و حقایق رو از مردم پنهان بکنند زمانی که در یک عقیده و مرام شما به میای به خدا و رسول از الیاز ای... بالله دروغ میبندی به قرآن دروغ میبندی به پیامبر دروغ میبندی به صحابه دروغ میبندی به اهل بیت دروغ میبندی این همه روایت هایی که کافی و مجلسی و امثالهم هم آوردن تو کتاب های روایی حالا به عنوان چیزی که اماما گفتن و پیامبر و زمانی که آدم این روایت ها رو میخونه مغز سود میکشه اصلا روایت هایی که همش اهانته اهانت به الله متعال اهانت به رسول الله صلی الله علیه و آله اهانت به اهل بیت اهانت به صحابه اهانت به خلفای راشدین ضد عقل اصلا عقل نمیتونه اونها رو باور بکنه و روایت هایی که جز انتشار خرافه یعنی یک به وجود آوردن ذهن خرافی و کسی که توهم و خرافه در واقع در ذهن جا میگیره و به جز به وجود آوردن تکفیر کردن دیگران که آقا هر که امامت رو قبول نداشت جانش حلال مالش حلال ارز و آبرو و شرفش و اینها اصلا اعتباری نداره میشه تهمت بهش زد میشه پرونده سازی دروغین در بارش کرد میشه انگهای مختلف بهش زد مال دیگران حلال است جان دیگران حلال است و نتیجه این روایت هایی که شبه نظامی هایی که درست شدن الان، ما میبینیم که با این روایت ها، هم نیروهایی که در داخل کشور متاسفانه داریم، حالا اطلاعاتی و امنیتی و سپاه و بسیج و بقیه ای که با این ایدئولوژی و با این برداشت ها جلو میرن. چه رفتاری با ملت میکنن؟ چه رفتاری با, با مردم میکنن اصلا؟ چه بیگناهانی که میرن تو زندان زیر شکنجه، اعترافات اجباری؟ و بلاهایی در زندانهایی که کشوری که اسم جمهوری اسلامی رو داره بر سر مردم آورده میشه که آدم اصلا نمیتونه باور بکنه که روی بقیه رو سفید کردن اصلا یعنی بقیه باید از اینها یاد بگیرن اهانت رو شکنجه رو توهین به مردم و ظلم و ستم و یعنی گوی سبقت رو از همه متاسفانه بریدند